کتاب هشتم، مقدمه مترجم. در ابتدای این کتاب بحثی درباره انواع لذایذ و ارتباط آن با اجزای سگانه نفس انسانی پیش می آید. با این بحث افلاطون در حقیقت از موضوع پایان کتاب قبل منحرف می شود، ولیکن وقتی به موضوع اصلی برمی گردد، از نتیجه این بحث که تمجید لذایذ معنوی و تحقیر لذایذ مادی است استفاده می کند. ضمن کتاب‌های پیش افلاطون از زبان سقراط 4 نوع هیئت اجتماع را وصف و 4 قسم اخلاق فردی را نیز با آن منطبق کرده بود، اینک در صدد طبقه بندی آنها از حیث تأمین سعادت اجتماعی و فردی برمی آید. برای این مقایسه مخصوصاً 2 فرد نمونه را در نظر می گیرد، یکی پادشاه حکیم و فیلسوف و دیگری حاکم مستبد و مطلق. آن یک را مظهر عدل و این یک را مظهر ظلم می داند. البته خوانندگان به یاد دارند که ضمن مباحثه کتاب دوم سقراط وعده داد که حد اعلای ظلم و حد اعلای عدل را تعریف و زندگی 2 فرد نمونه یعنی عادل مطلق و ظالم مطلق را با یکدیگر مقایسه نموده و سرانجام جواب سؤال گلاکون و آدیمانتوس را در باب اینکه زندگانی یک کدام یکی از این 2 قرین سعادت است بدهد. قسمتی از این مباحثه ضمن کتاب‌های قبلی انجام یافته و این کتاب با گفتگو درباره اخلاق فرد مستبد شروع می‌شود. نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید حکومت می‌گردد. این انحطاط به تدریج 4 نوع حکومت که هر یک از نوع پیشین بدتر است به وجود می‌آورد. اولین حکومتی که بر اثر این سیر نزولی پیدا می‌شود، حکومت تیموکراسی است. تیمه در زبان یونانی به معنی شرف است و اساس این نوع حکومت همانا حس شرف و حب افتخارات و جاه و مقام است که بر هر چیزی حتی عقل برتری می جوید. همه احساسات دیگر را تحت شعاع قرار می دهد و افتخارات نظامی را بیش از همه چیز تجلیل می کند. در این حکومت اصل مالکیت خصوصی بین طبقه نگاهبانان رواج پیدا می کند و حرص و طمع مال رونق می گیرد. همین عشق و ثروت سرانجام موجب می شود که قدرت به دست مردمانی افتد که هدف نهایی آنها کسب مال دنیاست. از اینجا حکومت اولیگارشی یعنی ریاست عده معدود پیدا می شود که این حکومت را پلوتوکراسی هم خواندند. اینک وحدت شهر باز هم کمتر می شود زیرا جنگ طبقاتی یعنی مبارزه بین فقیر و ثروتمند آغاز می گردد. سقراط پلوتوکرات را تشبیه به زنبور عسل نر و بیکاره می نماید و می گوید وقتی وی سرمایه و ثروت خود را تلف کرد فقیر و جانی می شود. پرانتز باز زنبور نیشدار پرانتز بسته. ولی مزالک در حکومت اولیگارشی با آنکه آرزوهای گوناگون بر عقل برتری یافتند ولیکن هنوز عشق و علاقه به مال دنیا مانع از افراط است. باری سیر نزولی این افراط را هم به وجود می آورد و آن در سومین نوع حکومت یعنی دموکراسی است. حکومت دموکراسی که اینجا مورد انتقاد است حکومتی است که در شهرهای یونان مخصوصا آتن وجود داشته و اساس آن حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده اکثریت ملت نبوده، بلکه هر فرد ذکور بالغ مستقیما حق شرکت در اداره امور شهر داشته و این حق را به وسیله حضور در مجامع عمومی و دادگاه‌ها اعمال می‌نموده است و نیز می‌توانست از هر شغل عمومی را تصدی کند. البته باید به خاطر داشت که بیش از نصف اهالی شهر از طبقه بندگان بودند که هیچ گونه حق اجتماعی نداشتند. افلاطون این نوع حکومت را مخالف اصل عدالت یعنی تفکیک وظایف و اشتغال هر طبقه به کار مخصوص خود می‌داند. چهارمین نوع حکومت که افلاطون آن را از همه انواع بدتر می‌داند، استبداد و سیادت مطلق است. اساس انتقاد وی این است که حکومت استبداد عبارت از تمرکز قدرت در دست فرد واحد است و حالان که فلاسفه سیاسی یونان معتقد بودند که قدرت به هر صورت که باشد موجب فساد است و قدرت مطلق فساد مطلق به بار می آورد.
بحث در طرز پیدایش و چگونگی انواع حکومت‌ها یکی از مهمترین موضوعات کتاب جمهور افلاطون است، ولی خوانندگان توجه خواهند داشت که منظور اساسی از این بحث اثبات این نکته است که چه در هیئت اجتماع و چه در زندگی فردی، عدل تنها ضامن سعادت حقیقی است و حالانکه در این چهار نوع حکومت عدل یافت نمی شود و چون هر یک از انواع حکومت ها قرینه ای هم در اخلاق فردی دارد، به تبع افرادی هم که دارای صفات همان حکومت ها باشند از عدل محرومند و اخلاق هر دسته از آنها به نحوی منطبق با معنی حقیقی ظلم است. گفتم بسیار خوب گلاکون، اینک در این باب موافقت داریم که اگر کشوری بخواهد آموزش به بهترین وجه اداره شود، باید اصل اشتراک را در مورد زن و فرزند و تربیت و اشتغال به کارهای جنگ و صلح بپذیرد و از میان اتباع خود تنها کسانی را به پادشاهی می‌گزیند که هم در حکمت هم در جنگ برتری خود را به ثبوت رسانیده باشند. گفت آری موافقت داریم. گفتم در این باب هم موافق هستیم که اولیای امور پس از آنکه انتخاب شدند باید سربازان را به خانه هایی که پیش گفتیم بفرستند و در آنجا سکنا دهند. این خانه ها مشترکاً به همه تعلق خواهد داشت و هیچ چیز آن متعلق به شخص معینی نخواهد بود. علاوه بر موضوع مسکن، اگر به خاطر داشته باشی برای تملک اموال هم قواعدی قائل شدیم. گفت آری به یاد دارم که گفتیم اینا نباید هیچ یک از چیزها را که مردان جنگی امروزی دارا هستند تملک کنند، بلکه چون به کار تمرینات جنگی و نگاهبانی مشغولند باید مایحتاج سالیانه خود را به رسم مزد خدمات از دیگران دریافت کنند و بدین وسیله به مراتب از خیشتن و سایر اهالی شهر همت گمارند. گفتم راست است، اما اکنون که این بحث را به پایان رساندیم خوب است به خاطر آوریم که از کجا به این سمت منحرف شدیم تا بتوانیم دوباره به راه اصلی خود بازگردیم. گفت این کار دشواری نیست، زیرا تو مطلب را تقریبا به همین جا رسانده بودی، یعنی از بحث درباره شهر و بیان صفات آن فارغ شده بودی و فضیلت شهر موصوف و حسن مردمانی را که متصف به همان صفات باشند بیان می کردی. هرچند اکنون معلوم می شود که می توانستی شهر و مردمانی از آن هم ارجمندتر به ما معرفی کنی. باری سپس آن یک نوع حکومت موصوف را مقبول و سایر انواع را نامقبول خواندی و آنچه به یاد دارم در مورد باقی حکومت‌ها چهار نوع را قابل توجه می‌دانستی و درباره معایب آنها و اخلاق افرادی که با هر یک از آن نوع حکومت‌ها قابل تطبیق هستند تحقیق را لازم می‌شمردی تا پس از آنکه همه آنها را از مد نظر گذرانده و بهترین و بدترین افراد را بین آنها تمیز دادیم، در این باب قضاوت کنیم که آیا دسته اول خوشبخت‌ترین و دسته دوم بیچاره‌ترین مردمانند یا حقیقت غیر از آن است. سپس من از تو پرسیدم که آن چهار قسم حکومت کدام است؟ اما آنگاه پل مارکوس و آدیمانتوس کلام تو را قطع کردند و تو درباره مطلبی که آنها ترک کردند سخن گفتی تا دامنه موضوع به اینجا کشید. گفتم چه حافظه دقیقی داری؟ گفت بیا به رسم پهلوانان که کشتی میگیرند از نو گلاویز شویم و چون اکنون من همان سؤال پیشین را تکرار میکنم تو هم جوابی را که آن وقت میخواستی بدهی حالا بده. گفتم اگر بتوانم حرفی ندارم. گفت من بسیار شایق هستم که بدانم آن چهار نوع حکومتی که تو میگفتی کدام است. گفتم پذیرش خواهش تو آسان است، زیرا انواع حکومت‌هایی که من در نظر دارم اسامی مخصوصی دارد. اولی که مورد ستایش عامه است آن طرز حکومتی است که در کشور کرت و لاستمون برقرار است. دومی به ترتیب اهمیت و مقبولیت حکومت موصوف به اولیگارشی است که معایب بیشماری دارد. پس از آن دموکراسی است که درست نقطه مقابل اولیگارشی باشد و بالاخره حکومت استبدادی است که فر و شکوه و قدرت آن از انواع دیگر بیشتر است و این چهارمین و آخرین نوع حکومت ناسالم است.
حال آیا تو حکومت دیگری سراغ داری که بتوان آن را نوع مشخصی در میان انواع حکومت‌ها تلقی نمود؟ سلطنت موروثی و امارت‌هایی که خرید و فروش می‌شود و بعضی حکومت‌های دیگر همه فرع انواعی است که من ذکر کردم و نمونه‌های آن هم در میان قبایل یونان و هم در بین اقوام غیر متمدن یافت می‌شود. گفت آری، نمونه های زیاد و عجیبی از این حکومت ها ذکر می کنند. گفتم آیا می دانی که به همان اندازه که طرز حکومت متنوع است، به همان اندازه اخلاق نفوس هم متنوع است؟ این هم قهری است، زیرا انواع حکومت ها از درخت بلوط یا از زیر سنگ پیدا نشدند، بلکه مولود اخلاق نفوس هستند که البته این نفوس تمایلات طبیعی خود را در هر چیزی تأثیر می دهند. در اینجا زیر نویس داره اشاره به عبارتی است از هومر به این مضمون: بگو تا بدانم که نژاد و میهن تو کدام است، زیرا نه از بلوط بیرون آمده ای و نه از زیر سنگ. ادامه مطلب. گفت در این تردید نیست که انواع حکومت ها جز از اخلاق نفوس از چیز دیگری نمی توانند به وجود آید. گفتم پس اگر 5 نوع حکومت داشته باشیم، لازم است که در نفوس بشری هم 5 نوع سیرت مختلف وجود داشته باشد. گفت بیشک همینطور است. گفتم ما پیش از این کسانی را که اخلاقاً با حکومت اشرافی تجانس دارند در مد نظر گرفتیم و حقا می توانیم آنها را نیک و عادل بدانیم. گفت آری، به این موضوع توجه کردیم. گفتم پس خوب است اکنون به توابع پست‌تر بپردازیم. اول طبیعت مردان ستیزجو و جاه طلب که صفت آنان همان صفت حکومتی است که در اسپارت یافت می شود. پس از آن طبیعت متناسب با اولیگارشی، سپس طبع دموکراتیک و بالاخره طبع استبدادی. آنگاه وقتی تشخیص دادیم که از میان این انواع نفوس کدام نوع از همه ظالم تر است، آن را با عادل ترین نوع مقایسه خواهیم کرد تا از این راه بر ما آشکار شود که عدل صرف و ظلم صرف هر یک درست چه تأثیری در نیکبختی یا بدبختی افراد دارد و به نتیجه یا تسلیم عقیده تراسیماکوس شده و راه ظلم را انتخاب خواهیم کرد و یا به حکم دلایل و براهین عدل را پیشه خود قرار خواهیم داد. گفت البته باید همینطور عمل کنیم. گفتم ما این بحث را با صفات حکومت‌ها آغاز نمودیم و از آنجا به صفات افراد پرداختیم و این رویه را برای روشن شدن مطلب مناسب‌تر یافتیم. حال هم خوب است از همین راه پیش رویم، یعنی اول حکومت جاه‌طلبی را در نظر گیریم. پرانتز باز، چون این نوع حکومت اسم مشخصی ندارد، من عنوان تیموکراسی یا تیمارشی را به آن اطلاق می کنم، پرانتز بسته، و آن را با فردی که دارای صفات مشابه باشد مقایسه می نمایم. سپس به صفات حکومت اولیگارشی و افرادی که با آن نوع حکومت متجانس باشند توجه می کنیم. آنگاه حکومت دموکراسی و صفات افراد مشابه را در مد نظر می آوریم و بالاخره به حکومت استبدادی و خصلت مردان مستبد می پردازیم و سعی می کنیم که درباره موضوعی که پیشنهاد خود ساخته ایم درست قضاوت کنیم. گفت بر این طرز مداقه و قضاوت نمیتوان خورده گرفت. گفتم پس سعی کنیم به این موضوع پی بریم که حکومت تیموکراسی به چه نحو از حکومت اشرافی پیدا میشود. این حقیقتی است مسلم که اساس هیچ حکومت تغییر پذیر نیست، مگر آنگاه که میان اعضای طبقه حاکمه جدایی افتد، زیرا مادام که آنان متحد بمانند، هر قدر هم عده آنها کم باشد، اساس آن حکومت را نمیتوان متزلزل ساخت. گفت همین طور است که میگویی. گفتم پس ای گلاکون، با این حال چگونه ممکن است در شهر ما تزلزل راه یابد و میان معاونین و زمامداران و همچنین میان افراد هر یک از این طبقه ها اختلاف بروز کند؟ اگر بخواهی میتوانیم الهه های شعر و هنر را به کمک خود بطلبیم و آنها را وادار کنیم که با لحن و حالتی که برای سرگرم کردن کودکان مناسب است ما را مخاطب سازند و با عباراتی به سبک تصنعی تراژدی های منتها با ظاهر جدی سر این مطلب را برای ما بیان کنند.
گفت چطور؟ گفتم طرز بیان آنها تقریبا به این مضمون خواهد بود. شهری که شما ساخته اید به آسانی تباه شدنی نیست. اما از آنجا که هر چیز که پا به عرصه وجود گذارد ناچار دستخوش تباهی است، شهر شما هم همیشه پایدار نخواهد ماند بلکه متلاشی خواهد شد. نحوه متلاشی شدن آن هم این است. همه موجودات زنده، چه نباتاتی که از زمین می رویند و چه حیواناتی که روی زمین زیست می کنند، هم روحن و هم جسمن به تناوب یک دوره تولید و یک دوره نازایی دارند. مدت این دوره ها برای هر یک از انواع موجودات بسته به محیط دایره ای است که باید گردش خود را در دور آن تکمیل نمایند و آن برای موجودات دراز عمر دراز است و برای موجودات کم عمر کوتاه. اما کسانی که شما برای زمامداری امور شهر خود تربیت کرده اید با همه حکمتی که آموخته و تجربه‌ای که اندوخته اند نمی توانند تشخیص دهند که امر زاد و ولد در نوع بشر تابع چه قوانینی است و دوره صحیح تناسل کدام است. سر این کار بر آنها پوشیده خواهد ماند و سرانجام اطفالی در مواقع نامناسب از آنان به وجود خواهد آمد. اما در مورد مولود آسمانی این دوره داخل در عدد کامل است، ولیکن در مورد آدمیزاد برای تعیین این دوره باید به عددی تشبث نمود که خاصیت آن این است. ارقامی را با 3 فاصله و 4 عبارت در نظر گیریم و ترکیبات آنها را چه به صورت مشابه چه به صورت غیر مشابه و چه در سمت افزایش چه در سمت کاهش به تصور آوریم. حال اگر با این ارقام و جذر و مجذور آنها عمل ضرب را انجام دهیم، آنگاه کوچکترین عددی که سرانجام از این عمل حاصل شود و چنان باشد که میان همه عواملی که به کار بردیم سازش و تناسب معقول ایجاد کند، عدد مطلوب همان است. و اما اگر از این اعداد 3 و 4 را در 5 ضرب کنیم و آن را به قوه 4 بالا بریم، از این عمل 2 سازش به دست می آید. یکی از آنها حاصل ضرب عددی است در عین آن عدد و 100 بار 100، اما آن دیگری حاصل ضرب 2 عامل متساوی و 2 عامل نامتساوی است. یعنی یک قسمت آن معادل 100 برابر مجذور قطر مربعی است که ضلع آن 5 باشد، به شرط آنکه اگر قطر را به ریشه گویا بگیریم از هر مجذوری عدد 1 کسر کنیم، یا 100 برابر مجذور همان قطر به شرط آنکه اگر قطر را به ریشه گنگ بگیریم از هر مجذوری عدد 2 کسر کنیم و قسمت دیگر آن عبارت است از 100 بار مکعب 3. در اینجا زیر نویس داره. مقصود از مولود آسمانی کرات است که در جاهای دیگر افلاطون آنها را به نام خدای مخلوق می‌خواند. منظور از عدد کامل احتمالاً عده روزهای سال بزرگ است که تکمیل دوره آن وقتی حاصل می‌شود که همه اجرام آسمانی به وضع نسبی اولیه برمی‌گردند. بر طبق قرائنی که در دست هست، قدما معتقد به رابطه و تناسب بین دو عدد بودند که اساس هر دوی آنها عوامل 3 و 4 و 5 است که نسبت اضلاع مثلث قائم الزاویه را تشکیل می‌دهد. یکی از آن اعداد 216 است، یعنی مجموع مکعب 3 و مکعب 4 و مکعب 5 که مساوی است با مکعب 6. این مکعب را صاحب زاویه روحی می‌خوانند، زیرا عده روزهایی که برای پرورش طفل 7 ماهه لازم است با آن تطبیق می‌کند. دوره تکامل طفل 9 ماهه را نیز با همین عدد به اضافه رقم 60 پرانتز باز یعنی 5 ضرب در 4 ضرب در 3 پرانتز بسته تطبیق می‌نمودند. و اما عدد دیگر 12,960,000 است یا پرانتز باز 3,600 پرانتز بسته به توان 2 یا پرانتز باز 3 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته به توان 4 که عده ایام سال بزرگ باشد که عبارت بوده است از 36,000 سال خورشیدی 360 روزه. در هر صورت بدیهی است منظوری که افلاطون از این عبارت دارد بیان تجانس و توافقی است که بین جهان بزرگ و جهان کوچک وجود دارد و اینکه هر دوی آنها تابع اصول ریاضی است. ارقام 3 و 4 و 5 از لا یک مثلث قائم الزاویه را نمایش می‌دهند که اگر ترکیب ارقام زیر را متوالیاً در نظر بگیریم، پرانتز باز 3 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته
پرانتز با 3 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته به توان 2 پرانتز با 3 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته به توان 3 پرانتز با 3 ضرب در 4 ضرب در 5 به توان 4 پرانتز بسته 4 عبارت پرانتز باز یعنی ساده و مجذور و مکعب و قوه چهارم پرانتز بسته و میان آن 4 عبارت 3 فاصله خواهیم داشت مکعب را که پرانتز باز 3 ضرب در 3 ضرب در 3 پرانتز بسته شکل مشابه می‌خوانند و اجسامی را که دارای اضلاع نامساوی باشند غیر مشابه اگر این اشکال دو ضلع مساوی داشته باشند و ضلع سوم آنها بزرگتر باشد پرانتز با 3 ضرب در 4 ضرب در 3 پرانتز بسته آنها را شکل افزایشی مینامند و اگر ضلع سوم آنها کوچکتر باشد پرانتز باز 5 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته شکل کاهشی چنانچه اعداد 3 و 4 را در 5 ضرب کنیم این نتیجه به دست می آید پرانتز باز 3 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته که اگر آن را 3 بار در خود آن ضرب کنیم این نتیجه به دست می آید پرانتز باز 3 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته به توان 4 12,960,000 حال ممکن است همین نتیجه را به صورت x به توان 2 ضرب در 100 به توان 2 یا پرانتز باز 5 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته پرانتز باز 5 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته پرانتز باز 3 ضرب در 4 ضرب در 3 پرانتز بسته پرانتز باز 3 ضرب در 4 ضرب در 3 پرانتز بسته مساوی با پرانتز باز 36 ضرب در 36 پرانتز بسته پرانتز باز 100 ضرب در 100 پرانتز بسته مساوی 12,960,000 بیان کنیم این سازش اول است و اما سازش دوم از دو حاصل ضرب دوتایی درست می شود که این یک عامل مشترک آنها باشد الف 100 ضرب در 3 به توان 3 و ب یا 100 ضرب در پرانتز باز 7 به توان 2 منهای 1 پرانتز بسته و یا 100 ضرب در پرانتز باز رادیکال 50 به توان 2 منهای 2 پرانتز بسته که نتیجه آن عبارت از پرانتز باز 5 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته پرانتز باز 4 ضرب در 3 ضرب در 4 پرانتز بسته پرانتز باز 5 ضرب در 4 ضرب در 5 پرانتز بسته پرانتز باز 3 ضرب در 3 ضرب در 3 پرانتز بسته مساوی پرانتز باز 48 ضرب در 100 پرانتز بسته پرانتز باز 27 ضرب در 100 پرانتز بسته مساوی 12,960,000 قطر یا وتر گویا عبارت است از نزدیکترین عدد صحیح به جذر دو برابر مجذور یک عدد مثلا وتر گویای 5 7 می شود که نزدیک به رادیکال زیر رادیکال 50 است ادامه مطلب باری این عدد هندسی دارای چنین خاصیتی است که خوبی و بدی نسل هایی که به دنیا می آیند وابسته به حکم آن است و اگر نگاهبانان شما که از سر این قانون توالد بیخبرند عروس و داماد را در موقع نامناسب دست به دست دهند از وسط آنان کودکانی به وجود خواهند آمد که نه طبیعت به آنها مساعد است نه بخت البته بهترین آنها به حکم نسل پیشین به زمامداری گماشته خواهند شد اما چون آنها مردمان ناشایسته‌ای هستند همین که به جای پدران خود زمام کار را به دست گیرند و به شغل نگاهبانی مشغول شوند از ما غافل خواهند شد اول تربیت روحی و سپس تربیت بدنی را بی اهمیت تلقی خواهند نمود و بنابراین نسل جدید شما از فرهنگ بی بهره خواهد ماند و کسانی که از میان افراد آن نسل به حکومت رسند از انجام وظیفه نگاهبانی و تشخیص فلز افراد شما که مانند نژادهای هزیود از طلا و نقره و برنج و آهن هستند عاجز خواهند بود از این رو آهن با نقره مخلوط خواهد شد و برنج با طلا و از این اختلاط عدم مساوات و ناهمواری و پریشانی پیدا خواهد شد که هر جا پدید آید موجب جنگ و کینه است پس می توان گفت که منشأ اختلاف در همه جا و هر زمان همین است گفت باید اذعان کنیم که این جواب الهه های هنر جوابی است درست گفتم بدیهی است که سخن الهه نادرست نمیتواند بود گفت الهه ها بعد از این چه خواهند گفت گفتم آنگاه که اختلاف به وجود آید دو نژاد آهن و برنج در سرد کسب مال و تملک زمین و خانه و طلا و نقره برمی آیند ولی نژادهای طلا و نقره که فقیر نیستند و طبیعت آنان را توانگر ساخته به حفظ محسنات و سنت های قدیمی همت خواهند
گماشت. سرانجام پس از بسی ستیزه و کشمکش سازشی بین آنها پدید خواهد شد، یعنی اراضی و خانه ها را به صورت ملک اختصاصی بین خود تقسیم خواهند نمود و هم میهنان خود را که سابقا آزاد و دوست و پشتیبان خود میپنداشتند از آن پس بنده و مستخدم خانه و زمین خود خواهند ساخت و امور جنگی و نگاهبانی عامه را در دست خود نگاه خواهند داشت. گفتم تصدیق میکنم که منشأ تغییر وضع حکومت همین است. گفت پس آیا نمیتوان گفت که این نوع حکومت واسطه میان حکومت اشرافی و اولیگارشی است؟ گفت چرا؟ گفتم پس تغییر نوع حکومت بدین طریق واقع خواهد شد، اما حکومت جدید چگونه خواهد بود؟ واضح است که از بعضی جهات تأثیر به حکومت سابق خواهد کرد و نیز از پاره جهات شباهت به اولیگارشی خواهد داشت، زیرا این نوع حکومت واسطه بین آن دو نوع دیگر است، اما در این حال چیزی هم مخصوص به خود خواهد داشت. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم میتوان گفت که از لحاظ رعایت احترام زمامداران و اکراه مردان جنگی از کار کشاورزی و هنرهای دستی و پیشه‌های سودآور و همچنین از حیث غذا خوردن بر سر سفره مشترک و ترتیب ورزش‌های بدنی و تمرینات جنگی سنت‌های حکومت پیشین را حفظ خواهد کرد. آیا چنین نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اما از طرف دیگر آنچه این نوع حکومت مخصوص به خود خواهد داشت همانا ترس از ارتقاء فلاسفه به کار زمامداری است و این از آن جهت است که در نتیجه مخلوط شدن طبایع دیگر در میان افراد کشور مردان ساده و صاحب استقامت یافت نخواهند شد. همچنین این حکومت مردان تندخو و عامی را که بیشتر برای جنگ مناسبند تا برای صلح بر دیگران ترجیح خواهد داد و حیله و تدبیر جنگی و دست بردن به اسلحه را بیش از هر چیز مقبول خواهد دانست. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم به علاوه این مردمان مانند اتباع حکومت اولیگارشی حریص خواهند بود و طلا و نقره را به درجه پرستش دوست خواهند داشت. ثروت خود را در انبارهای تاریک و خزانه‌های مخصوص پنهان خواهند کرد و خانه را پناهگاه و آشیانه اختصاصی خود خواهند دانست که آنجا دارایی خود را صرف زنان و کسان دیگری که مورد تمایلشان قرار گیرند بنمایند. گفت درست است. گفتم آنها در خرج کردن پول خود خسیسند، زیرا آنها پنهانی به دست می آورند و می پرستند، اما برای رفع حوایج خود بی پروا از کیسه دیگران خرج می کنند، وسایل عیش و نوش را در خفیه برای خود فراهم می سازند و مانند کودکانی که خود را از چشم پدر پنهان می کنند آنها نیز از قانون می گریزند، زیرا با زور تربیت شدند نه با پند و اندرز، و از الهه عقل و فلسفه که خدای حقیقی فرهنگ است باز مانده و به پرورش بدنی بیش از پرورش روحی توجه نمودند. گفت براستی این حکومت که تو تعریف می کنی معجونی است از نیکی و بدی. گفتم خوب گفتی، ولی از آنجا که در این حکومت حس غیرت بر همه چیز غلبه دارد، خصوصیت عمده‌ای در آن هست که همانا جاه طلبی و علاقه به کسب مقام است. گفت همینطور است که میگویی. گفتم پس اصل و کیفیت این حکومت همین بود که گفتیم. البته بیان ما فقط طرح مختصری بود و تعریف کامل نبود، زیرا همین مختصر برای ما کافی است که وسیله آن عادل مطلق و ظالم مطلق را بشناسیم و اگر تعریفی بخواهیم که شامل همه نوع حکومت و همه نوع طبیعت باشد و هیچ نکته‌ای از آن فروگذار نشود، این کار بیش از حد معقول به تفصیل خواهد کشید. گفت حق با توست. گفتم حال بگو ببینم چگونه شخصی را میتوانیم قرینه این نوع حکومت بدانیم؟ چنین شخصی به چه طرز تربیت شده و دارای چه اخلاقی است؟ آدیمانتوس گفت خیال میکنم بیشباهت به همین گلاکون که اینجا نشسته است نباشد، لااقل از حیث جاه طلبی. گفتم از آن حیث شاید، اما به عقیده من از بعضی جهات دیگر طبیعت او با طبیعت گلاکون فرق خواهد داشت. گفت از چه جهات؟ گفتم از گلاکون خود رایتر است، به اندازه او دانشمند نیست، هرچند به فرهنگ علاقه دارد، ابدا ناطق نیست، هرچند مستمع خوبی است، با غلامهایش به خشونت رفتار می کند، هرچند مانند آنان که تربیت کامل یافتند غلامها را به دیده حقارت نمی نگرد، با مردان آزاد مهربان است و در برابر زمامداران مطیع، طالب قدرت و جاه و مقام است و دعوای حکمرانی دارد، نه به اتکای سخنوری یا صفاتی نظیر آن، بلکه به علت شاهکارهای جنگی و صفات نظامی خود،
و نیز کمال دلبستگی را به ورزش و شکار دارد. گفت آری، اخلاقی که با این نوع حکومت منطبق است همین است. گفتم چنین کس ممکن است در جوانی از ثروت بیزار باشد، اما هرچه پیرتر شود بیشتر بدان علاقمند خواهد شد، زیرا در نهاد وی نطفه حرص نهفته است و از آنجا که به دست بهترین نگاهبان تربیت نیافته است، سیرت او خالی از قلقش نخواهد بود. آدیمانتوس پرسید آن نگاهبانان کدام است؟ گفتم عقل است، توأم با فرهنگ، و به راستی هیچ چیز دیگری وجود ندارد که وقتی در نفس انسان جایگزین شود بهتر بتواند آن را همواره در راه راست برقرار بدارد. گفت درست گفتی. گفتم پس خصلت جوان جاه طلب که نمونه حکومت تیموکراسی است همین است. گفت آری، تصدیق می کنم. گفتم اما اینکه وی چگونه پرورش می یابد شرح آن تقریبا این است. غالبا وی فرزند مرد خوبی است که چون تابع حکومت ناصالحی است، از کسب افتخارات و مناصب و شرکت در هر گونه مرافعه و فعالیت سیاسی گریزان است و حاضر است خود را تحت شعاع دیگران قرار دهد، به شرط آنکه او را آسوده گذارد. آدیمانتوس پرسید طرز تربیت این جوان چگونه است؟ گفتم اولین چیزی که به گوش او میرسد و در تربیت او تأثیر میکند شکایت مادرش است که میگوید چون شوهرش در زمره زمامداران نیست، زنان دیگر وی را به دیده حقارت مینگرند. همچنین گله میکند که شوهرش در گردآوردن مال جدیت به خرج نمیدهد و نه در دادگاه ها و نه در مجامع عمومی از خود دفاع نمیتواند کرد و از حمله به دیگران عاجز است و هر اهانتی را که درباره او روا دارند تحمل میکند. میگویید وی همواره اندیشه حال خیش دارد و با او به بی‌اعتنایی رفتار میکند. باری مادر که از این جهات خشمگین است به گوش فرزند خود چنین میخواند که رفتار پدرش مردانه نیست بلکه عین سهلنگاری است. خلاصه همه گله هایی که زنان در این موارد به زبان میرانند به گوش آن فرزند میرسد. گفت آری، این شکوه های بی پایان مخصوص زنان است. گفتم البته این را هم میدانی که حتی مستخدمین خانه هم که دوست خانواده محسوب میشوند گاهی همین چیزها را به جوانان میگویند. مثلا اگر بدهکار یا خطاکاری را ببینند که پدر خانواده او را تعقیب نمی کند، به پسر سفارش می کنند که وقتی بزرگ شود از چنین کس انتقام بگیرد و بیش از پدرش مردانگی از خود نشان دهد. همچنین اگر جوان از خانه بیرون رود باز هم همین سخنها را خواهد شنید و مشاهده خواهد کرد که کسانی که فقط به کار خود می پردازند ابله محسوب می شوند و در میان اهالی شهر قدر و منزلتی ندارند و حالان که هر کس در کار دیگران دخالت کند محترم و معزز است. باری جوان از طرفی این چیزها را می بیند و می شنود و از طرف دیگر به سخنان پدر گوش می دهد و رفتار او را از نزدیک مشاهده می کند و آن را با رفتار دیگران مقایسه می نماید و چنین احساس می کند که در این حال وی را به دو سمت مختلف می کشانند. از یک سو پدر اوست که قوه عاقله نفس او را آبیاری و تقویت می کند و از سوی دیگر سایرینند که خواهش های نفسانی و قوه غضب را در وی می پرورانند. سرانجام از آنجا که وی نفس شریری نیست بلکه همنشین بد داشته است، تحت تأثیر این دو نیروی متضاد حد میانه را انتخاب می کند و عنان نفس خود را به دست قوه متوسطه که همانا جاه طلبی و غضب است می سپارد و مردی متکبر و طالب مقام می شود. گفت به نظر تو کیفیت پیدایش این اخلاق را به طرزی کامل بیان کردی. گفتم پس این بود وصف دومین نوع حکومت ها و دومین نوع اخلاق فردی. گفت آری. گفتم پس اینک وقت آن است که به قول آشیل مردی دیگر را در مقام سنجش با حکومتی دیگر در نظر بگیریم و یا برای آنکه از ترتیب سابق منحرف نشویم بهتر است اول درباره شهر گفتگو کنیم. گفت آری. گفتم به نظر من بعد از حکومت سابق اینک نوبت حکومت اولیگارشی است. پرسید منظور تو از حکومت اولیگارشی چیست؟ گفتم حکومتی است که مبنای آن ارزیابی اموال است به این کیفیت که زمامداری با کسانی است که صاحب مال باشند و فقرا از شرکت در کار حکومت محرومند. گفت فهمیدم. گفتم اول باید بیان کنیم که تغییر نوع حکومت از دموکراسی به اولیگارشی چگونه صورت میگیرد. گفت آری. گفتم اما حتی برای کوران هم روشن است که این تغییر چگونه حاصل میشود. گفت چطور؟ گفتم همان گنجی که هر کس طلای خود را در آن انبار میکند باعث تباهی حکومت میگردد، زیرا صاحبان گنج اول موارد خرج برای پول خود پیدا میکنند و سپس برای انجام منظور
حضور خیش قوانین را تحریف می نمایند و هم خود آنها و هم زنانشان قوانین را زیر پا می گذارند. گفت باید همین طور باشد. گفتم پس از آن بقیده من از آنجا که هر کس ناظر اعمال همسایه خیش است و به او تأثیر می کند طولی نخواهد کشید که آن رفتار میان همه مردم عمومیت پیدا می کند. گفت آری این محتمل است. گفتم از آن پس مردم همه در پی کسب ثروت خواهند رفت و هرچه بیشتر به مال دنیا روی آورند بیشتر از نیکوکاری روی گردان خواهند شد، زیرا فرقی که میان حب به مال و نیکوکاری هست این است که اگر آنها را در دو کفه ترازو بگذاریم یکی رو به بالا خواهد رفت یکی رو به پایین. گفت همین طور است. گفتم اگر در شهری ثروت و ثروتمندی محترم شمرده شود البته به همان نسبت از حرمت نیکی و نیکوکاران کاسته می شود. گفت این واضح است. گفتم اما انسان از هر چیز که مورد احترام باشد استقبال می کند و از هر چیز که منفور باشد می پریزد. گفت همینطور است. گفتم پس مردم آن شهر که در اصل عاشق فتوحات و طالب افتخارات بودند سرانجام حریص و طماع می شوند و توانگران را ستایش و تجلیل می کنند و امور کشور را به دست آنان می سپارند و برعکس فقرا را تحقیر می نمایند. گفت راست است. گفتم آنگاه قانونی وضع خواهند کرد که صفت مشخصه حکومت اولیگارشی همان است، یعنی یک حد نصاب دارایی مقرر خواهند نمود که هر قدر حکومت افراطی تر باشد بالاتر است و هر قدر معتدل تر باشد پایین تر، و تصدی مقامات را برای کسانی که دارایی آنان به میزان مقرر نرسد ممنوع خواهند ساخت. این مقررات را به عنف و زور اسلحه به تصویب خواهند رساند، مگر آنکه قبلا به وسیله تهدید و ارعاب و بدون کشمکش این تدابیر را اجرا کرده باشند. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس طرز پیدایش این نوع حکومت به طور کلی همین است که گفتیم. گفت آری، اما خصایص این حکومت کدام است و چه معایبی در آن سراغ داریم؟ گفتم اولین عیب آن همانا اساس این نوع حکومت است. ملاحظه کن مثلا اگر بخواهند برای یک کشی ناخدا پیدا کنند و داشتن فلان مقدار دارایی را شرط انتخاب قرار دهند، البته بدین طریق شخص فقیر از حق انتخاب شدن محروم خواهد گشت و حالان که ممکن است ناخدای ماهری باشد. حال بگو ببینم نتیجه این کار چه خواهد شد. گفت نتیجه این کار معلوم است، کشی را به مخاطره می اندازد. گفتم هر نوع فرماندهی دیگر را هم که در نظر بگیریم همین حکم را دارد، آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم آیا زمامداری شهر را از این قاعده مستثنا می کنی یا مشمول آن می دانی؟ گفت آن را هم مشمول همین قاعده می دانم، مخصوصا از این حیث که زمامداری شهر از هر نوع زمامداری دیگر دشوارتر و مهمتر است. گفتم پس حکومت اولیگارشی این یک عیب بزرگ را دارد. گفت آری. گفتم آیا این عیب دیگر که می گوییم از آن کمتر است؟ گفت آن عیب دیگر کدام است؟ گفتم عیبی است که ناچار بروز خواهد کرد، زیرا کشوری که دارای یک چنین حکومت باشد در واقع کشور واحد نیست بلکه دو تاست، یکی از آن فقیران یکی از آن توانگران. این دو دسته ساکن یک سرزمینند اما همیشه بر ضد یکدیگر دسیسه می کنند. گفت به راستی این عیب از آن اول کمتر نیست. گفتم از طرفی هم تقریبا مسلم است که این نوع حکومت از عهده کار جنگ بر نخواهد آمد، زیرا ناچار یا توده مردم را مسلح خواهد نمود که در آن صورت ترسی که از لشکر خود خواهد داشت بیش از ترسی است که از دشمن دارد، و یا اگر چنین نکند در میدان کارزار معلوم خواهد شد که حکومت اولیگارشی حکومت افراد معدود است. البته این را هم باید علاوه کرد که آن افراد به علت خصتی که دارند حاضر به تحمل هزینه جنگ هم نخواهند بود، پس از این حیث هم حکومت اولیگارشی چندان حسی ندارد. گفت نه حسنی ندارد. گفتم پیش از این انتقاد دیگری هم قائل شدیم، به این معنی که گفتیم در این نوع حکومت یک شخص در آن واحد وظایف گوناگون بر عهده دارد، هم کشاورزی هم بازرگانی هم جنگ. آیا به نظر تو این پسندیده است؟ گفت ابدا. گفتم به نظر من این عیب که اکنون بیان می‌کنم از همه عیوبی که پیش گفتیم بزرگتر است و اول هم در همین نوع حکومت بروز می‌کند. گفت آن عیب کدام است؟ گفتم این است، هر کس می تواند همه دارایی خود را بفروشد و دیگران می توانند دارایی او را بخرند. آنگاه وی پس از آنکه بی سر و سامان شد می تواند همچنان به سکونت خود در شهر ادامه دهد و حالان که هیچ حرفه‌ای ندارد، یعنی نه بازرگان است، نه پیشه‌ور، نه سرباز سوار نظام است، نه پیاده سنگین اسلحه، بلکه تنها عنوانی که درباره او صدق می کند
همانا فقیر و درویش است. گفت راست است که این عیب اول در حکومت اولیگارشی پیدا می شود. گفتم آری، شک نیست که در حکومت اولیگارشی از این عیب جلوگیری نمی کنند، زیرا اگر با آن مبارزه می کردند و از چنین نمی شد که عده‌ای به منتهای درجه ثروتمند شود و عده دیگر در کمال تنگ دستی زیست کنند. گفت راست است. گفتم به این نکته نیز توجه کن. ما شخصی را در نظر گرفتیم و گفتیم که یک وقت متمول بود و دارایی خود را خرج می کرد. حال از نظر وظایفی که بیان کردیم، آیا می توانیم بگوییم که وی در آن زمان خادم کشور بود؟ به نظر من باید بگوییم که هرچند او به ظاهر در امر حکومت شرکت می نمود، ولی در حقیقت نه زمامدار شهر بود نه خادم، بلکه کار وی فقط اتلاف مال خیش بود و بس. گفت راست است که وی به ظاهر جزو زمامداران بوده، ولی در حقیقت جز تلف کردن مال خود کاری انجام نداده است. گفتم پس درباره چنین کس میتوان گفت که همچنان که در بعضی حجره های کندوی عسل زنبور نر و بیکار پیدا می شود که بلای جان کندو شود، وی نیز در خانه‌ای به وجود می آید تا بلای جان شهر شود. گفت ای سقراط، به راستی همینطور است. گفتم ای آدیمانتوس، از میان زنبورهای نر آنها که پر دارند، خداوند بعضی را بینیش آفریده و به بعضی دیگر نیش سهمگینی داده است. بینیش ها در پیری از فقر میمیرند، ولی از آن دست نیشدار زنبورهای شریر پیدا می شود. آیا چنین نیست؟ گفت همینطور است. گفتم پس واضح است که اگر در نقطه ای از شهر فقیر یافت شود، در همان حوالی دزد و جیب بر و دشمن مقدسات و همه نوبتکار دیگر هم پنهان خواهند بود. گفت آری، این واضح است. گفتم آیا تو در حکومت اولیگارشی فقیر سراغ نداری؟ گفت اگر حکام را به حساب نیاوریم، جز فقیر کسی نیست. گفتم پس باید معتقد بود که در آن شهر بسی بدکاران نیشدار هم هستند که زمامداران مراقب رفتار آنانند و به وسیله قوه قهریه از شرارت آنها جلوگیری می کنند. آیا این عقیده خطاست؟ گفت نه، درست است. گفتم علل پیدایش این گونه نفوس در شهر همانا جهل و تربیت بد و حکومت ناساله است. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس این بود وصف حکومت اولیگارشی و معایب آن. شاید بسیاری معایب دیگر هم داشته باشد. گفت شاید. گفتم اکنون گفتگوی ما درباره این نوع حکومت که موسوم به اولیگارشی است و دارایی را شرط تصدی مقامات می‌داند به پایان رسیده است. اکنون باید ببینیم چه نوع شخصی با این قسم حکومت تجانس دارد. طرز پرورش او چیست و اخلاق او از چه قرار است؟ گفت آری. گفتم به نظر من طرز تغییر اخلاق افراد از صفت تیموکراسی به صفت اولیگارشی این است که میگوییم. گفت کدام است؟ گفتم مردی که از حیث اخلاق نماینده تیموکراسی است پسری دارد. پسر در ابتدا به پدر خود تعصی می کند و ختمش او را تعقیب می نماید، اما ناگهان می بیند که همونطور که کشتی به صخره می خورد و متلاشی می شود، بین پدر او و حکومت نیز گویی تصادم رخ می دهد و جان و مال پدر تباه می گردد، بدین معنی که بدخواهان وی را که سردار سپاه یا صاحب مقام دیگری بوده متهم می سازند و به دادگاه می کشند و محکوم به مرگ یا نفی ولد یا محرومیت از حقوق اجتماعی و توقیف اموال می کنند. گفت آری، این گونه پیش آمدها بعید نیست. گفتم دوست عزیز، آنگاه که وی این صدمات را که پدر او وارد آمده و نتیجه آن دامنگیر خود او هم شده است مشاهده می کند و می بیند که میراثش از دست رفته است، ناگهان متوحش می شود و به عقیده من طولی نخواهد کشید که عشق مقام و افتخارات را که قبلا گویی در دل خود بر مسند اعزاز نشانده بود از آنجا بیرون افکنده و سرنگون سازد. سپس آنگاه که بر اثر تنگ دستی خار و زبون شود، عشق اندوختن مال بر او غلبه می کند و به زور کار و صرفه‌جویی و خست ثروتی گرد می آورد. اکنون آیا شک داری که کسی که دارای چنین روحیه‌ای شود، حرص و طمع را در دل خود به تخت خواهد نشاند و پادشاه نفس خیش خواهد ساخت و به زیور تاج و حمایل و شمشیر مزین خواهد نمود؟ گفت نه، شک ندارم. در اینجا زیر نویس داره اشاره به شاه ایران است که یونانیان او را پادشاه اعظم می‌خواندند. ذکر حمایل و شمشیر هم به مناسبت زیور همان پادشاه است. ادامه مطلب.
گفتم اما وی با صفات عقل و حمیت چه خواهد کرد؟ به نظر من آنها را پیش پای آن پادشاه به زمین افکنده، یکی را در یک طرف و طرف و دیگری را در طرف دیگر مانند دو غلام جای خواهد داد. آنگاه عقل را وادار خواهد نمود که راه های افزایش مال را پیدا کند و جز آن چیزی نیندیشد و حمیت را هم بر آن خواهد داشت که ثروت و ثروتمندان را تجلیل و تکریم کند و برای هیچ چیز جز مال دنیا و وسایل کسب آن غیرت به خرج ندهد. گفت آری، قابل تصور نیست که جوان بتواند به طریقی غیر از این که بیان کردی به این سرعت و تا این حد از حب جاه و مقام به طمع مال دنیا تنزل کند. گفتم پس همین جوان است که صفت اولیگارشی را مجسم می سازد. گفت در هر حال سلف او از حیث صفاتی که داشت نظیر حکومتی بود که اولیگارشی از آن پیدا شد. گفتم اکنون ببینم اخلاق این شخص از چه حیث به صفات اولیگارشی شباهت دارد. گفت ببینم. گفتم نخستین وجه شباهت آنها این است که وی نیز ثروت را به منتهای درجه مهم می شمارد. گفت این را نمیتوان انکار کرد. گفتم وجه شباهت دیگر این است که وی نیز خسیس و پرکار است. از حوایج طبیعی فقط آنهایی را که غیر قابل اجتناب است رعایت می کند، از خرچهای دیگر می پرهیزد و سایر خواهشها را زائد و بیهوده پنداشته به آن تن در نمی دهد. گفت این حقیقت است. گفتم طبعا لعیم است، از هر چیزی سودی برای خود می خواهد، اندیشه جز اندوختن مال ندارد. خلاصه از آن کسانی است که مورد ستایش عامه اند. حال آیا نمی توانیم چنین کس را مجسمه صفات آن حکومتی که توصیف نمودیم بدانیم؟ گفت من به سهم خود در این باب تردیدی ندارم، زیرا چنین کس مانند همان حکومتی که بیان کردیم پول را از هر چیز مهمتر می داند. گفتم آری، به نظر من علت آن هم این است که وی چندان در فکر تربیت خیش نبوده است. گفت عقیده من هم همین است، زیرا اگر وی تربیت یافته بود زمام آرزوهای نفسانی خود را به دست آن خدای کور نمی داد و او را اینقدر تکریم نمی نمود. در اینجا زیر نویس داره مقصود پلوتوس خدای ثروت است که میگویند اول قصد داشت که مواهب خود را فقط نصیب مردان درستکار و عادل نماید، ولی زئوس چون از این قصد وی آگاه شد او را کور کرد تا نتواند درست را از نادرست تمیز دهد. ادامه مطلب. گفتم خوب گفتی، اکنون ملاحظه کن که به علت همین عدم تربیت آرزوهای نظیر طبیعت زنبور نر، چه از نوع فقیر چه از نوع شریر در درون وی پیدا می شود. اما او از فرط علاقه‌ای که به حفظ منافع خود دارد آنها را فرو می نشاند. آیا این طور نیست؟ گفت همین طور است. گفتم حال اگر بخواهی کارهای زشتی را که در نتیجه آن تمایلات سوء از چنین کس سر می زند مشاهده نمایی، آیا می دانی که به چه چیز باید توجه کنی؟ گفت به چه چیز؟ گفتم ملاحظه کن که وقتی وی قیم یتیمان شود یا در مواقع دیگری که خود را از مجازات مسئول بداند چگونه رفتار خواهد کرد. گفت حق با توست. گفتم از همین جا معلوم می شود که در موارد دیگری که وی به خاطر حفظ حسن شهرت تظاهر به عدل می کند و با یک کف نفسی که در خور ستایش است تمایلات سوء خود را فرو می نشاند، این بر اثر تنبیه وجدانی یا به حکم متانت و عقل نیست، بلکه از اضطرار و ترس است، یعنی از بیم آن است که مبادا دارایی خود را از دست بدهد. گفت به یقین همینطور است. گفتم اما ای دوست عزیز، وقتی بنابر خرج کردن از کیسه دیگران باشد، مطمئن باش که تمایلات سوءی که به طبیعت زنبور نر شباهت دارد در اغلب این نفوس بروز می کند. گفت بیشک همینطور است. گفتم چنین کس قهرن دچار کشمکش درونی می شود، زیرا فرد واحد نیست بلکه دو شخص است. منتها اگر آرزوهای خوب و بد او را با هم بسنجیم می بینیم که به طور کلی آرزوهای خوب او بر بد غلبه می کند. گفت راست است. گفتم بنابراین بقیده من ظاهر او هم از ظاهر بسیاری مردم دیگر آراسته تر است، هرچند فضیلت حقیقی که همانا سلامت و هماهنگی روح است در او یافت نمی شود. گفت تصدیق می کنم. گفتم این مرد خسیس در مسابقه ها یا رقابت هایی که برای اعطای جوایز یا پاداش های افتخاری دیگر در شهر برپا می شود، در مقابل هم میهنان خود حریف قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود. وی حاضر نیست که در راه کسب افتخارات و برای این گونه مسابقه ها پول خرج کند، زیرا از بیدار کردن تمایلی که به اسراف و تبذیر دارد میترسد و نمیخواهد برای مبارزه با رقیبان و شکست دادن آنها از آن تمایل استمداد کند.
بنابراین همانطور که اقتضای اولیگارشی است، وی فقط با جزء کوچکی از نیروی خود به جنگ می رود و تقریبا همیشه شکست می خورد. اما دارایی خود را حفظ می کند. گفت راست است. گفتم آیا باز هم می توان شک داشت که این مرد خسیس و پول دوست جفت و قرین حکومت اولیگارشی است؟ گفت نه. گفتم خیال می کنم اکنون نوبت دموکراسی رسیده باشد و باید ببینم دموکراسی چگونه پیدا می شود و صفت آن چیست. سپس باید اخلاق مرد دموکرات را در نظر گیریم و وی را در مورد قضاوت قرار دهیم. گفت آری، جریان طبیعی بحث ما چنین اقتضا می کند. گفتم ملاحظه کنیم که تبدیل اولیگارشی به دموکراسی به چه طریق صورت می گیرد. می توان گفت که علت این تغییر همانا طمع و حرص مال است که مطلوب اولیگارشی است و شخص را بران می دارد که حتی المقدور ثروتمند شود. گفت چطور؟ گفتم به عقیده من کسانی که زمام حکومت شهر را در دست دارند، چون قدرت خود را از راه ثروت کسب کرده اند، حاضر نمی شوند قوانینی وضع کنند که جوانان را از عیاشی و تبذیر و اتلاف مال خود باز دارد، زیرا قصدشان این است که اموال آنان را بخرند و یا به آنها به وثیقه اموالشان وام دهند و از این راه بر دارایی و شکوه خود بیفزایند. گفت همینطور است. گفتم واضح است که ممکن نیست مردم این شهر در آن واحد هم علاقمند به ثروت باشند هم اعتدال را پیشه خود سازند، بلکه ناچار بایستی از یکی از آن دو منحرف گردند. گفت آری، این بدیهی است. گفتم پس بدین طریق در حکومت اولیگارشی زمامداران بر اثر غفلت و عدم ممانعت از اسراف باعث می شوند که مردان شریف دچار تنگ دستی گردند. گفت همینطور است. به نظر من این مردمان پس از آن با نیش و اسلحه خود در شهر باقی می مانند، بعضی زیر فشار قروز سنگین و بعضی زیر بار ننگ محرومیت از حقوق اجتماعی و برخی دیگر هم زیر هر دوبار روزگاری به سر میبرند و با دلی پر از کینه بر علیه کسانی که دارایی آنان را تصاحب نمودند و همچنین بر علیه دیگران دسیسه میکنند و به امید انقلاب زندند. گفت همینطور است. گفتم در این احوال آن مردمان نرباخار سر را به زیر افکنده و به راه خود میروند و گویی این بخت برگشتگان را نمی بینند و آنگاه که اشخاص دیگر از اهالی شهر گزارشان به آنها افتد، با نیش یا عبارت دیگر با پول خود آنان را زخمی می کنند و سود سرمایه خود را صد چندان بالا می برند و به این ترتیب بر عده زنبورهای بیکاره و بینوایان شهر می افزایند. گفت آری، در واقع شهر پر از این نفوذ خواهد شد. گفتم آنگاه هم که این مفاسد آتشی در شهر روشن شود، آنان حاضر نیستند آتش را خاموش کنند، نه به آن چاره‌ای که پیش ذکر کردیم، یعنی وضع مقرراتی که مردم را از اتلاف مال خیش باز دارد متوسل خواهند شد و نه تدبیر دیگری را که رافع این اشکالات است به کار خواهند بست. گفت آن تدبیر کدام است؟ گفتم منظورم وضع قانونی است در تعقیب قانون مجازات متلفین که مردم را وادار به امانت و درستی نماید، زیرا اگر چنین مقرر شود که وام دهندگان نتوانند برای وصول طلب خود از مراجع قانونی استمداد نمایند، مردم آنقدر در زیاد کردن ثروت بی‌پروا عمل نخواهند کرد و آن فسادهایی که بیان می‌کردیم کمتر در شهر بروز خواهد نمود. گفت تصدیق می‌کنم. گفتم باری، معلوم نمودیم که به چه طریق زمامداران روزگار اطباء خود را تباه می‌کنند، اما ببینیم که خود و اطفالشان چه خواهند کرد. البته جوانها عیاشی و بتالت جسمی و روحی را پیشه خود می‌سازند و چون دچار سستی و رخوت می‌شوند دیگر در برابر خوشی و ناخوشی مقاومت نمی‌توانند کرد. گفت همینطور است. گفتم پدرهایشان هم که جز گردآوردن پول اندیشه‌ای ندارند، مانند بینوایان پیرامون درستکاری نخواهند گشت. گفت راست است. گفتم حال در چنین وضعی اگر زمامداران و اتباع آنها در جایی به هم رسند، چه در راه سفر، چه در محل برخورد دیگر، چه در دسته زوار و چه در حین مأموریت جنگی دریایی یا زمینی، و چنین پیش آید که آنان در برابر خطر با یکدیگر روبرو شوند، دیگر ثروتمندان فرصتی نخواهند یافت که فقرا را تحقیر کنند، بلکه برعکس بیشتر اوقات فقیری لاغر که صورتش از آفتاب سوخته خود را در میدان کارزار پهلوی ثروتمندی خواهد یافت که در پناه سایه پرورش یافته و تنی پر از چربی دارد. در اینجا زیرنویس داره. رسم شهرهای یونان این بود که وقتی به افتخار خدایان جشن برپا می شد، هر یک عده‌ای را انتخاب می کردند که دسته‌ای ترتیب دهند و با رعایت آداب خاص به محل انعقاد جشن بروند و به نام شهر در مراسم آن شرکت کنند. ادامه مطلب.
اکنون وقتی مشاهده کند که وی از نفس افتاده و از پا در آمده است، به نظر تو چه اندیشه‌ای به خاطرش خواهد رسید؟ مسلماً به خود خواهد گفت که این اشخاص ثروت خود را فقط بر اثر بی‌حسی فقرا به دست آورده اند و آنگاه که فقرا گرد هم آیند به یکدیگر چنین خواهند گفت که این مردمان به هیچ نمی‌ارزند و ما بر آنها مسلطیم. آیا اینطور نیست؟ گفت شک ندارم که فکر آنها همین خواهد بود. گفتم از طرفی هم همانطور که بدن ضعیف به کوچکترین صدمه بیمار می‌شود، بلکه غالبا حتی بی علت خارجی هم منقلب می‌گردد، به همین منوال شهری هم که وضعش چنان باشد به کمترین حادثه دچار بحران و کشمکش داخلی می‌شود و آنگاه دسته‌ای از مردم یک حکومت اولیگارشی را به کمک خود می‌طلبند و دسته دیگر از یک حکومت دموکراسی استمداد می‌کنند. گاهی هم بی آنکه بیگانگان وارد معرکه شوند، نزاع برپا می‌شود. گفت هم اینطور است. گفتم به نظر من دموکراسی آنگاه برقرار می‌شود که فقرا بر دشمنان خود فائق آمده، عده‌ای را قتل عام کنند و عده دیگر را از کشور برانند و کارهای حکومت و مشاغل عمومی را بین کسانی که باقی مانده به سویه تقسیم کنند، که این کار هم بیشتر اوقات به حکم قرعه صورت می دهند. گفت آری همینطور است، یعنی دموکراسی یا به زور اسلحه به وجود می آید و یا به تهدید ثروتمندان که از ترس عقب نشینی می کنند. گفتم اما این مردمان زندگی خود را چگونه اداره می کنند و خاصیت حکومت آنها چیست؟ بدیهی است که وقتی کسی را پیدا کنیم که صفات او شبیه صفات این نوع حکومت باشد، وی را باید مرد دموکرات بخوانیم. گفت بدیهی است. گفتم قبل از هر چیز مشاهده می کنیم که در این شهر همه آزادند، همه جا پر از آزادی است، هر کس آنچه بخواهد می گوید و هر کاری که موافق میلش باشد می کند. آیا چنین نیست؟ گفت اینطور می گویند. گفتم البته در جایی که مردم دارای یک چنین اجازه‌ای باشند، هر کس برای زندگی خود روشی را انتخاب خواهد کرد که موافق دلخواهش باشد. گفت البته. گفتم پس در چنین حکومتی همه قسم مردمان یافت می‌شوند و حالا که در حکومت‌های دیگر یک چنین تنوعی وجود نخواهد داشت. گفت بیشک همینطور است. گفتم این حکومت به ظاهر از همه انواع دیگر زیباتر است و مانند جامعه‌های رنگارنگ که از هر لونی نصیبی داشته باشد، این نوع حکومت نیز رنگ همه اخلاق‌ها را داراست، چنان که گویی نمونه زیبایی است و همانطور که کودکان و زنان فریفته هر چیز رنگارنگ می‌شوند، ممکن است بسیاری مردمان هم این نوع حکومت را از انواع دیگر زیباتر بدانند. گفت تصدیق این نظر دشوار نیست. گفتم پس اگر تو جویای انواع حکومت ها هستی، خوشا به حال تو، زیرا جایت همین جا است. گفت چطور؟ گفتم از آنجا که در این شهر آزادی حکم فرماست، همه قسم حکومت در آن یافت می شود و چنان که اگر کسی مانند خود ما بخواهد شهری تأسیس کند، کافی است که به یک شهر دموکرات برود و آنجا سبکی را که ترجیح می دهد انتخاب نماید. به راستی بازار حکومت ها همانجاست و انسان می تواند آنجا برود و نمونه ای بردارد و از روی آن شهری بسازد. گفت آری، آنجا همه قسم نمونه یافت می شود. گفتم در آن شهر هیچ کس مجبور به تصدی شغل حکومت نیست، ولو لیاقت این کار را داشته باشد. هیچ کس مجبور نیست برخلاف میل خود از اوامر دولت اطاعت کند و یا چون دیگران مشغول جنگند او هم وارد جنگ شود و یا به خاطر عامه که در حال صلح زیست می کنند او هم برخلاف میل خود مقتضیات صلح را رعایت کند. همچنین اگر قانونی تصدی شغل کشوری یا قضایی را برای کسی ممنوع ساخته باشد، آن کس مجبور نیست به خاطر آن قانون از تصدی مشاغل کشوری و قضایی خودداری نماید. حال اگر انسان طالب خوشی آنی باشد، آیا برای او بهشت برین همینجا نیست؟ گفت از نظر آنی چرا؟ گفتم اضافه کنیم که در این شهر اطمینان خاطر محکومین هم خود قابل تحسین است. لابد دیده ای که در شهر آزاد کسانی که محکوم به مرگ یا نفی بلد شده اند، با وجود این محکومیت ها همچنان به زندگی خود در شهر ادامه می دهند و میان مردم رفت آمد می کنند و مانند ارواحی که از عالم مردگان بازگشته باشند به راه خود می روند، چنان که گویی احدی به فکر آنها نیست و آنان را نمی بیند. گفت آری، بسیاری از این قبیل مردم دیدم. گفتم ملاحظه می کنی که در این نوع حکومت اقباض و سهلنگاری به منتهای درجه معمول است و اصولی که ما در ضمن تأسیس شهر خود کمال اهمیت را برای آن قائل شدیم قدر و منزلتی ندارد؟ ما چنین گفتیم که به جز در مواردی که انسان طبیعتاً دارای استعداد خارق العاده باشد، کسب اخلاق حسنه مستلزم آن است که شخص از کودکی در میان آثار زیبا پرورش یافته و علومی شریف فرا گرفته باشد، اما شهر دموکراسی این اصول را با کمال بی‌اعتنایی زیر پا می‌گذارد و ابداً متوجه نیست که مرد سیاسی به وسیله چه تحصیلاتی باید خود را
آماده اداره امور کند. در چنین شهری اگر شخص بخواهد مورد تجلیل قرار گیرد، همینقدر کافی است که خود را دوست مردم بخواند. گفت آری، این چه شهر زیبایی است. گفتم پس صفات دموکراسی همینها و نظایر آن است و چنان که میبینی این حکومتی است دلپذیر، حکومت هرج و مرج و تلون است، حکومتی است که مساوات را هم درباره آنچه مساوی و هم درباره آنچه نامساوی است رعایت میکند. گفت تازه ای نگفتی، این را همه کس میداند. گفتم اکنون ملاحظه کن که چه نوع شخصی با این حکومت متجانس است. هرچند بهتر است به همان طریق درباره آن حکومت تحقیق کردیم، حالا هم اول ببینیم چنین شخصی چطور به وجود می آید. گفت آری. گفتم به نظر من وی فرزند آن مرد خسیس متجانس با حکومت اولیگارشی است و تحت نظر و به سبک زندگی پدر خود بزرگ می شود. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم وی نیز مانند پدرش آرزوهایی را که در درون خود احساس می کند به زور فرو می نشاند، زیرا مستلزم خرج و دشمن صرفه‌جویی است و به همین جهت هم آنها را آرزوهای غیر لازم می خوانند. گفت همینطور است. گفتم برای آنکه بحث ما خالی از ابهام باشد، اگر بخواهی می توانیم اول آرزوهای لازم و غیر لازم را تعریف کنیم. گفت موافق هستم. گفتم آرزوهای لازم آرزوهایی را گویند که انسان از آن صرف نظر نتواند نمود و یا آرزوهایی که انجام آن به حال انسان سودمند باشد، زیرا طبیعت بشری در مقابل این دو نوع آرزو خودداری نمیتواند کرد. آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس اگر عنوان لازم را به این گونه آرزوها اطلاق نماییم خطا نیست؟ گفت نه. گفتم اما آرزوهایی که انسان بتواند از آن صرف نظر کند، یعنی خود را از کودکی به انصراف از آن عادت دهد و همچنین آرزوهایی که انجام آن به حال انسان سودی نداشته یا بلکه غالبا زیان آور هم باشد، اینها را میتوان آرزوهای غیر لازم خواند و اطلاق این عنوان بر آنها صحیح است. گفت آری. گفتم اکنون میتوانیم مثالی از هر یک از این دو نوع در نظر گیریم تا بهتر به چگونگی آنها پی بریم. گفت فکر خوبی است. گفتم آرزوی خوراکی یعنی غذاهای ساده و چاشنی‌هایی که به آن می‌زنند تا آنجا که برای تندرستی و نیرومندی ضروری است، آرزوی لازم است. گفت همینطور است. گفتم آرزوی خوراک ظاهراً به دو علت لازم است، یعنی انجام آن هم به حال انسان سودمند است و هم برای ادامه زندگی ضروری است. گفت آری. گفتم آرزوی چاشنی ها هم تا آنجا که برای تندرستی به نحوی سودمند باشد لازم است. گفت البته. گفتم اما اگر از این انواع بگذریم، آرزوی خوراک های تجملی هم هست که اگر از کودکی به وسیله پرهیز و تربیت از آن جلوگیری شود، در اکثر نفوس از میان می رود و این آرزوها مضر به جسم و منافی حکمت و اعتدال روحی است. پس اگر این آرزوها را غیر لازم بدانیم، آیا به خطا رفته ایم؟ گفت نه، این قضاوت بسیار بجاست. گفتم همچنین می توان اینها را آرزوهای افراطی نامید و آن آرزوهای پیشین را که برای فعالیت انسان نافع است سودمند دانست. گفت بیشک همینطور است. گفتم درباره آرزوی شهوانی و آرزوهای دیگر هم می توانیم از همین قرار حکم کنیم. گفت آری. گفتم اما آنگاه که ما مثال زنبور بیکاره را آوردیم، گفتیم که مثل آن مثل کسی است که اسیر همین خوشی‌ها و خواهش‌ها و محکوم آرزوهای غیر لازم باشد و آن کسی که فقط با آرزوهای لازم تن در دهد ممسک و اولیگارشی صفت است. گفت بیشک همینطور است. گفتم اینک میبینیم که شخص اولیگارشی صفت چگونه مبدل به دموکرات میشود. به نظر من این تغییر معمولا به طرزی که حالا میگوییم صورت میگیرد. گفت به کدام طرز؟ گفتم آن جوانی که گفتیم در محیط نادانی و خصت پرورش مییابد، وقتی زنبور عسل بیکاره را چشید و به این حشرات حریص و موذی که انواع آرزوها و هوسهای گوناگون را تحریک میکنند معاشر شد، آنگاه به یقین زمام حکومت نفس وی از دست اولیگارشی خارج شده و به دست دموکراسی می افتد. گفت ناچار همینطور خواهد شد. گفتم در مورد حکومت شهر تغییر ماهیت آنگاه واقع شد که یکی از دو دسته‌ای که با یکدیگر مخالفت می‌ورزیدند متفقین و هم مسلکانی از خارج به کمک خود خواست. اکنون می‌بینم که در مورد فرد هم
حال از همین قرار است، یعنی نظیر این تغییر آنگاه حاصل می شود که یکی از آن دو نوع آرزو که در درون وی حکم فرما است، یک دسته از آرزوهای همجنس و مشابه خود را از خارج به کمک بطلبد. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم حال ممکن است از طرفداران جزء اولیگارشی وجود او هم کسی به کمک او آید که آن جزء را نجات دهد. مثلا ممکن است این کمک از جانب پدر او یا یکی دیگر از بستگانش برسد که زبان به سرزنش و نصیحت او گشاید. در آن صورت دو نیروی متضاد در نفس او به کار خواهد افتاد و کشمکش در درون او بروز خواهد کرد. گفت آری، ناچار چنین خواهد شد. گفتم خیال میکنم گاه اتفاق افتاده باشد که نیروی اولیگارشی بر نیروی دموکراسی فائق آمده و بعضی آرزوها معدوم و بعضی مطرود گردیده و در نفس جوان عفت و حیا حکم فرما و انضباط برقرار شده باشد. گفت آری، گاه چنین پیش می آید. گفتم اما بعدها، یعنی پس از آنکه این آرزوها طرد شد، ممکن است آرزوهای دیگری از همان نوع در خفیه بروز کند و از آنجا که پدر موفق به تربیت فرزند خود نشده، این آرزوها ممکن است تزاید و تقویت یابد. گفت غالبا همینطور می شود. گفتم آنگاه این آرزوها دوباره وی را با همان همنشینان پیشین مانوس می سازند و از این عنصر الفت پنهانی بسی آرزوهای دیگر به وجود می آید. گفت البته. گفتم گمان می کنم که سرانجام این آرزوها قلعه نفس این جوان را تسخیر کنند، زیرا آن را از علم و عمل نیکو و معتقدات صحیح خالی می‌یابند و البته اینها بهترین حافظ و نگاهبانی است که خدایان اگر کسی را دوست داشته باشند به مراتب نفس او را می‌گمارند. گفت همینطور است. گفتم از اینجا است که اصول و معتقدات نادرست و باطل حمله ور شده قلعه نفس آن جوان را تصرف می‌کنند. گفت البته. گفتم آنگاه وی به سرزمین حظ نفس باز می گردد و با آن مردمی که از میوه فراموشی تغذیه می کنند آشکار و بیپروا هم نشین می شود و اگر از جانب دوستان و بستگانش کسی به پشتی نیروی امساک که از قوای نفس او است درآید، همان اصول باطل درهای کاخ شاهی نفس را می بندد و به آن یاور و معین اذن دخول نمی دهند و از ورود پندهای مشفقانهی هم که فرستاده خیرخواهان مسنتر است جلوگیری می کنند. در اینجا زیر نویس داریم. در افسانه های یونان قدیم کشوری را پرانتز باز شاید در سواحل آفریقای شمالی پرانتز بسته یاد کرده و میگویند آنجا میوه‌ای بوده پرانتز باز شاید عناب یا سدر یا کنار پرانتز بسته بسیار لذیذ به طوری که هر کس از آن میخورد همه چیز حتی وطن خود را فراموش میکرد. اینجا منظور این است که جوان در نتیجه همنشینی با مردم نااصل وطن اصلی خود یعنی ملکوت آسمانی را فراموش خواهد کرد. ادامه مطلب. باری در این جنگ پیروزی با آنهاست. شرم و حیا را سفاهت خوانده به وضعی ننگین طرد می کنند. خیشتنداری را عین زبونی دانسته با توهین و تحقیر بیرون می افکنند. اعتدال و اقتصاد را هم به بهانه اینکه صفت روستاییان و مردمان خسیس است از بیخ بر می اندازند و برای اجرای این تجاوزات و تعدیات همان نیروی آرزوهای مضر را به کمک می طلبند. گفت همینطور است. گفتم وقتی اینها روح جوانی را که به سلطه خود درآورده اند از همه محسنات خالی کرده اند و گویی آیین تطهیر را در آن اجرا نمودند تا محرم اسرار دینی شود. در اینجا زیر نویس داریم. مقصود آیین تطهیری است که در مراسم دینی قدیم یونانیان معمول بوده و بر طبق آن مبتدیان را با آب دریا تطهیر می کردند. ادامه. آنگاه طولی نخواهد کشید که تعدی و نافرمانی و اسراف و گستاخی را دوباره با تزئیناتی مجلل و تاج گل و خدم و حشم به مقر خود بازگردانند و متن آنان را بسرایند و ستایش آنها چیزی فروگذار نکنند، یعنی تعدی را شهامت نام نهند، نافرمانی را آزادی خوانند، اسراف را جوانمردی و گستاخی را شجاعت گویند. باری به یک چنین طرزی جوان از طبیعت اصلی خود که به آرزوهای لازم خو گرفته بود منحرف می شود و آزادی و بیقیدی را که بنای آن بر تمتع از خوشیهای زائد و مضر است مسلک خیش می سازد. گفت این بدیهی است. گفتم اما وی از آن پس چگونه زیست خواهد کرد؟ به گمان من
پول و رنج و وقت خود را به سویه صرف آرزوهای زاید و لازم خواهد نمود. حال اگر بخت یاری کند، یعنی وی در این بی‌اعتدالی راه افراط نپیماید و به تدریج با بالا رفتن سن طغیان هوا و هوس در نفس وی فرو نشیند، ممکن است از آن گروه مطرود بعضی را دوباره به خود راه دهد و خیشتن را تماما تسلیم قاسمی نکند. آنگاه میان اقسام خوشیها یک نوع اعتدال برقرار خواهد نمود، یعنی زمام نفس خود را به هر آرزویی که بر حسب اتفاق بر آرزوهای دیگر پیشی گرفته باشد خواهد سپرد تا وقتی که از آن سیر شود، سپس خود را تسلیم آرزوی دیگری خواهد کرد و خلاصه بی آنکه هیچ یک از آرزوهای را خار شمارد با همه آنها به مساوات رفتار خواهد کرد. گفت راست است. گفتم اما وی پروای منطق و حقیقت نخواهد داشت و آن را به قلعه خود راه نخواهد داد و اگر کسی چنین گوید که فلان خوشی ها ناشی از آرزوهای شریف و نیکو و فلان خوشی های دیگر ناشی از آرزوهای ناشایسته است و بنابراین باید از آن گروه اول استقبال و تجلیل نمود و از گروه دوم پرهیز و جلوگیری کرد، وی همه این سخنان را با بی‌اعتنایی تلقی خواهد نمود و چنین خواهد گفت که این خوشی‌ها همه از انواع واحدند و در خوبی میان آنها تفاوتی نیست. گفت آری، کسی که دارای چنین خصلتی باشد البته همینطور رفتار خواهد کرد. گفتم بنابراین وی هر روز را به انجام آرزویی که پیش آید می گذراند. امروز به نوای نی باده می نوشد، فردا از می می پرهیزد تا لاغر شود، یک روز ورزش‌های سخت را به خود هموار می کند، روز دوم را به تنبلی و بیفکری می گذراند، روز سوم در دریای فلسفه سرنگون می گردد، غالبا به کارهای سیاسی می پردازد و از جای خود برخواسته آنچه به خاطرش خطور کند می گوید یا کاری که به فکرش برسد می کند، یک روز به حال لشکریان قبطه می خورد و دلباخته کار جنگ می شود، روز دیگر عاشق پیشه صنعتگران می گردد و سودای تجارت در سر می پروراند. خلاصه رفتارش تابع نظم و قاعده ای نیست و چون این شیوه زندگی را دلپذیر و قرین آزادی و کامروایی می پندارد، هرگز در صدد تغییر آن بر نمی آید. گفت به راستی رفتار این مرد مساوات طلب را خوب بیان کردی. گفتم گمان می کنم این را هم نشان داده باشم که چنین شخص مجسمه همه نوع حالات و اخلاق است و مرد زیبا و رنگارنگی که نمونه حکومت دموکراسی است هموست. بنابراین بسیاری نفوس، چه مرد چه زن، آرزوی زندگی او را دارند که نمونه هر نوع حکومت و اخلاقی در آن یافت می شود. گفت همینطور است. گفتم پس خوب است این شخص را قرینه حکومت دموکراسی بدانیم، چون وی را می توان به حق دموکرات خواند. گفت تصدیق می کنم. گفتم اینک موقع آن رسیده که زیباترین نوع حکومت و زیباترین اخلاق فردی را در نظر گیریم. منظورم حکومت استبدادی و رفتار مرد مستبد است. گفت صحیح است. گفتم پس این ای دوست عزیز، بیا ببینیم کیفیت استبداد چیست. موضوع پیدایش آن محل اشکال نیست، چون بدیهی است که استبداد از دموکراسی پیدا می شود. گفت بدیهی است. گفتم تبدیل دموکراسی به استبداد کما بیش مثل تبدیل اولیگارشی است به دموکراسی. آیا اینطور نیست؟ گفت چطور؟ گفتم مگر هدف غایی اولیگارشی و مایه هستی آن ثروت نبود؟ گفت چرا؟ گفتم همین افراط در ثروت و بی‌اعتنایی به همه چیز سوای مال دنیا بود که موجب تباهی اولیگارشی گردید. گفت راست است. گفتم آیا نمیتوان گفت که علت تباهی دموکراسی هم همین است، یعنی افراط در چیزی است که دموکراسی آن را کمال مطلوب خود میداند؟ گفت آن چیز کدام است؟ گفتم آن چیز آزادی است. در شهر دموکراسی خواهید شنید که هیچ نعمتی بالاتر از آزادی نیست و تنها شهری که مرد آزاد در آن زیست تواند کرد همان است. گفت آری، بارها این سخن را شنیدم. گفتم نتیجه‌ای که می‌خواستم بگیرم این است که افراد در همین نعمت آزادی و بی‌اعتنایی نسبت به چیزهای دیگر موجب می‌شود که این حکومت هم تغییر کند و زمینه برای استبداد فراهم شود. گفت چطور؟ گفتم وقتی در شهر دموکرات که تشنه آزادی است زمام کار به دست ساقی ناشایسته افتد، شهر اعتدال فراموش می کند و از فرط آزادی مست می شود، آنگاه اگر حکام زرنگی به خرج ندهند و شهر را کاملا آزاد نگذارند، به اتهام خیانت و پیروی از مسلک اولیگارشی محکوم و مجازات خواهند شد.
گفت به راستی همینطور است. گفتم اگر کسانی یافت شوند که مطیع حکام باشند، شهر آنان را تحقیر خواهد کرد و ذلیل و غلام صفت خواهد خواند. اما درباره حاکمی که به شیوه محکوم یا محکومی که به شیوه حاکم رفتار کند، چه در خلوت چه آشکارا ستایش و تجلیل روا خواهد داشت. حال آیا در یک چنین شهر عشق آزادی همه چیز را فرا نخواهد گرفت؟ گفت چرا؟ گفتم ای دوست عزیز، این رویه افراد در آزادی به داخل خانه ها هم سرایت خواهد کرد و سرانجام حتی میان جانوران نیز حکفرما خواهد شد. گفت منظورت از این سخن چیست؟ گفتم منظورم آن است که پدر به پسر اقتدا می کند و از فرزندان خود می ترسد. پسر نیز از عشق آزادی چنان رفتار می کند که گویی با پدر برابر است، یعنی احترام و رعایت حال پدر و مادر را ترک می کند. بومی با مهاجر برابر خواهد شد و مهاجر با بومی، بیگانگان نیز با هر دو. گفت آری همینطور خواهد شد. گفتم از اینها گذشته معایب کوچکتری هم هست و آن این است: در یک چنین شهر استاد از شاگردان خود میترسد و از آنان تملق میگوید. شاگردان هم استاد و لله خود را ریشخند می کنند. معمولا جوانان دوش به دوش پیران راه می روند و در گفتار و کردار با آنها همچشمی می کنند. پیران نیز برای خوش آمد جوانان شوخی و شیرین زبانی می کنند و به آنها تأثیر می نمایند تا مشهور به ترشوی و خود رأیی نشوند. گفت کاملا درست است. گفتم اما ای دوست عزیز، منتها درجه افراد در آزادی اینجا است. در چنین حکومتی غلام و کنیز زر خرید از حیث آزادی چیزی از صاحبان خود که آنها را با پول خریدند کم ندارند. به علاوه نزدیک بود این را نیز فراموش کنم که مساوات و آزادی تا چه حد در روابط مرد و زن هم حکم فرماست. گفت چطور است به قول آشیل آنچه به زبان ما میرسد بگوییم؟ گفتم بسیار خوب است، من همین کار را خواهم کرد. حتی حیوانات اهلی هم در این شهر بیش از هر جای دیگر آزادی دارند و این را تا انسان نبیند باور نخواهد کرد. به راستی آنجا به مصداق ضرب المثل معروف ماده سگ خانه مثل بانوی صاحب خانه رفتار می کند، اسب و الاغ هم در کمال آزادی و نخوت حرکت می کنند و در خیابان به هر کس که از خط سیر آنها کنار نرود تنه می زنند. باری آزادی همه حدود را شکسته و همه جا را فرا گرفته است. گفت درست فکر مرا بیان کردی، زیرا هر بار که به صحرا می روم حیوانات با من همین رفتار را می کنند. گفتم ملاحظه می کنی که اگر این معایب همه با هم جمع شود چه نتیجه وخیمی از آن حاصل می گردد؟ یعنی مردم شهر به اندازه حساس می شوند که مجرد اینکه گمان برند کسی در صدد تحکم به آنان است خشمگین و یاغی می شوند و از آنجا که طاقت فرمانبرداری از هیچ کس را ندارند همه قوانین را چه مدون و چه غیر مدون زیر پا می گذارند. گفت همینطور است که می گویی. گفتم پس ای دوست عزیز، اگر خطا نکنم همین وضع زیبا و دلربا که بیان کردم آغاز استبداد است. گفت آری دلربا هست، اما عاقبتش چیست؟ گفتم همان مرضی که در اولیگارشی پیدا شد و موجب تباهی آن گردید اینجا هم بروز می کند و چون چیزی جلوی آن را نمی گیرد با کمال قوت و شدت پیش می رود و سرانجام حکومت دموکراسی را از آزادی به اسارت می کشاند. زیرا شک نیست که هر افراطی عکس العملی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حکومت. گفت این طبیعی است. گفتم پس به نظر من افراد در آزادی ناچار منجر به افراد در بندگی خواهد شد، چه در فرد چه در حکومت. گفت به راستی این امری است طبیعی. گفتم بنابراین بدیهی است که استبداد از هیچ نوع حکومتی به جز دموکراسی سرچشمه نمیگیرد، زیرا به عقیده من همانا آزادی مطلق است که منجر به اسارت مطلق و ظالمانه میگردد. آیا غیر از این است؟ گفت نه، به حکم منطق همین است. گفتم اما خیال میکنم سوالی که تو از من کردی این نبود، بلکه میخواستی بدانی چه آفتی است که هم در اولیگارشی و هم در دموکراسی بروز میکند و این یک را مبدل به اسارت میسازد. گفت همینطور است. گفتم مقصود من آن طبقه مردمان بیکاره و عیاش بود که دسته ای از آنها یعنی آنان که جسورند پیشوا می شوند و دسته دیگر یعنی آنان که بزدلند از پیشوایان پیروی می کنند و همین مردمانند که ما بعضی از آنها را به زنبور نیشدار و بعضی دیگر را به زنبور بینیش تشبیه کرده ایم.
گفت این تشبیه درستی بود. گفتم این دو نوع مردم در هر هیئت اجتماعی که پیدا شوند موجب اختلال می‌گردند، همچنان که بلغم و زرداب هم در مزاج ایجاد اختلال می‌کند. اینها دو آفتند که پزشک حاذق و مقنن دانا باید مراقب آنها باشد، همانطور که استاد پرورش زنبور عسل مراقب زنبورهای نر و بیکار است تا در مرتبه اول از ورود آنها به جامعه جلوگیری کند، یا اگر در این کار توفیق نیافت آنها را هرچه زودتر با کندوهایشان از بیخ براندازد. گفت الحق کاری درستتر از این نیست. گفتم حال اگر بخواهیم این مسئله را بهتر تشخیص دهیم، آیا نباید اینطور که میگوییم عمل کنیم؟ گفت چطور؟ گفتم بیا در بحث خود شهر دموکرات را همچنان که هست به سه طبقه تقسیم کنیم. طبقه اول همان مردمانی هستند که تعریف کردیم و دیدیم که در نتیجه آزادی به همان تعداد که در اولیگارشی وجود دارند در این نوع حکومت هم یافت میشوند. گفت درست است. گفتم اما ضرر این طبقه در حکومت دموکراسی بیش از ضرری است که در اولیگارشی دارد. گفت چطور؟ گفتم این طبقه در دستگاه اولیگارشی مورد احترام نیست و از تصدی مقامات محروم است، بنابراین فعالیتی ندارد و از کسب قدرت عاجز است، و حالا که در دموکراسی با جزی استثنایی حکومت تماما در دست این طبقه است، متعددترین افراد آن ناطق و فعالند و دیگران هم همه کنان گرد کرسی خطابه جمع می شوند و نمی گذارند احدی زبان به مخالفت آن افراد بگشاید. بدین ترتیب در این حکومت جز در موارد معدود همه کارها در دست این مردمان است. گفت همینطور است. گفتم سپس طبقه دیگری هست که آن هم از توده مردم جدا و مجزا است. گفت آن کدام است؟ گفتم از آنجا که همه کس در جستجوی ثروت است، آنان که دارای طبیعت منظمتری باشند معمولا متمولتر می شوند. آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم به نظر من از همین جاست که زنبورهای نر عسل خود را استخراج می کنند، آن هم به مقدار زیاد و در کمال آسانی. گفت این بدیهی، زیرا از آنان که هیچ ندارند چگونه می توان چیزی بیرون کشید؟ گفتم پس لابد وقتی سخن از چراگاه زنبور عسل نر به میان می آید منظور همین مردمانند. گفت آری بیشک همانها هستند. گفتم طبقه سوم توده مردم است، یعنی کسانی که با دست کار می کنند و از مشاغل عمومی برکنارند و جز اندک سرمایه چیزی ندارند. در حکومت دموکراسی این طبقه اگر افراد آن مجتمع شوند از سایر طبقات بزرگتر و مقتدرتر است. گفت همینطور است، اما مردم این طبقه مجتمع نمی شوند مگر آنکه بتوانند از عسل سهمی برند. گفتم به همین علت همیشه سهمی هم به آنان می رسد، بدین طریق که پیشوایان آنها اموال ثروتمندان را غارت و آن را با مردم تقسیم می کنند، اما به ترسی که سهم عمده به خود آنان برسد. گفت آری طرز تقسیم همین است. گفتم اما به نظر من متمولین که دارایی آنها به تاراج رفته ناچار در صدد دفاع از خود برمی آیند و در برابر مردم زبان به شکوه گشوده به همه وسایل دیگری هم که در اختیار داشته باشند متوسل می شوند. گفت البته. گفتم ممکن است اینان ابدا قصد انقلاب نداشته باشند، ولی باز هم دیگران آنها را متهم به توطئه بر علیه توده و پشتیبانی از مرام اولیگارشی می کنند. گفت همینطور است. گفتم سرانجام وقتی آنها ببینند که مردم در پی آزار آنانند، آن هم نه از روی بدخواهی بلکه از نادانی و بر اثر بدگویی مخالفان، آنگاه خواه ناخواه به حقیقت پیرو مرام اولیگارشی خواهند شد. این تغییر مستک تقصیر خود آنها نیست، بلکه همانا نیش زنبور نر است که موجب چنین تحول می‌گردد. گفت این عین حقیقت است. گفتم از همین جاست که اعلام جرم و محاکمه و منازعه بین افراد بروز می‌کند. گفت البته. گفتم اما عادت و روش معمول توده مردم این است که یکی را که طرف توجه آنها است به پیشوایی خود برگزینند و سپس به تجلیل و تقویت او همت گمارند. آیا این طور نیست؟ گفت چرا همینطور است. گفتم پس اینک معلوم گردید که استبداد از چه ریشه‌ای می‌روید. همین پشتیبان توده تنها شاخه‌ای است که حاکم مستبد بر سر آن سبز می‌شود. گفت این بدیهی است. گفتم اما این تغییر ماهیت از پیشوایی توده به سیادت مطلق چگونه آغاز می شود؟ البته آنگاه شروع می شود که پشتیبان توده مطابق مضمون افسانه‌ای که در خصوص معبد زئوس لیسه‌ای واقع در آکادی نقل می نماید رفتار کند. گفت آن افسانه چیست؟ گفتم مضمون افسانه این است که اگر در گوشت قربانی روده آدمیزاد با روده جانوران آمیخته و قیمه شود، کسی که از آن بخورد ناچار مبدل به گرگ می گردد. مگر تو این داستان را نشنیده بودی؟ گفت چرا؟ گفتم به همین منوال کسی که
پیشوای مردم است، چون توده را مطیع فرمان خیش می‌یابد، جلوی خود را نمی‌تواند گرفته، بلکه دست خود را به خون هم نوع می‌آلاید. افراد را به وسیله تهمت و افترا که حیله متداولی است به دادگاه می‌کشاند و جان آنان را برباد می‌دهد. با زبان و دهان ناپاک خون خیشاوندان خود را می‌آشامد. برخی را از میهن می‌راند، برخی دیگر را به قتل می‌رساند. راه گریز از پرداخت قروض را نشان می‌دهد. زمین‌ها را به طرز نوین بین مردم تقسیم می‌کند. آنگاه به حکم جبر و ضرورت چنین کسب یا به دست دشمنان خیش هلاک می‌شود و یا به زمامداری مطلق می‌رسد و مبدل به گرگ می‌گردد. آیا اینطور نیست؟ گفت به حکم اجبار همینطور است. گفتم سپس همین شخص به جنگ ثروتمندان می رود؟ گفت آری. گفتم اگر او را از کشور برانند و پس از آن علارغم دشمنان بازگردد، آیا نه این است که حاکم مطلق و مستبد تمام عیار خواهد شد؟ گفت چرا؟ گفتم اما دشمنان وی اگر نتوانند او را از کشور برانند یا به وسیله تحریک مردم موجبات قتل او را فراهم سازند، آنگاه در خفیه توطئه خواهند کرد تا او را به هلاکت برسانند. گفت غالبا همینطور است. گفتم کسانی که کارشان به اینجا رسد معمولا متوسل به تقاضای مشهور حکام مستبد می شوند، یعنی از مردم برای خود مستحفظ می خواهند تا قهرمان و مدافع توده در امان بماند. گفت آری. گفتم به عقیده من توده هم برای این قهرمان از گماشتن مستحفظ دریغ نخواهد کرد، زیرا در این اینکه به حال خود کمال اطمینان را دارد بسیار نگران حال مدافع خیش است. گفت راست است. گفتم پس ای دوست عزیز، ثروتمندی که به علت ثروت خیش مظنون به دشمنی با توده است، وقتی وضع را چنین ببیند به یقین مطابق آنچه هاتف غیب به کرسوس الهام نمود رفتار خواهد کرد، یعنی از راه ساحل ریگزار هرموس خواهد گریخت، هیچ درنگ نخواهد کرد و از اینکه دیگران وی را بزدل خوانند ترس نخواهد داشت. در اینجا زیر نویس داریم اشاره به پندی است که به قول هرودوت سروش غیب به کرسوس داد. ادامه. گفت اگر چنین ترسی به خود راه دهد روزگارش تباه است. گفتم آری، اگر در حین فرار دستگیر شود کشته خواهد شد. گفت البته. گفتم اما آن پیشوای توده کسی نیست که از پا درآید و تنه سنگین خود را به خاک افکند، بلکه وی بسیاری از رقیبان خود را به زمین افکنده و سپس بر عرابه دولت سوار می شود و از پیشوایی مردم به سیادت مطلق می رسد. گفت همینطور است. گفتم حال چطور است از سعادت این مرد و شهری که وی در آن پرورش یافته سخن گوییم؟ گفت بسیار نیکوست. گفتم در روزهای اول و آغاز کار برخورد وی با همه کس با خنده و خوش آمد است. حاضر نیست او را مستبد بخوانند. هزاران وعده چه به افراد چه به عموم میدهد. وام های مردم را میبخشد. زمین ها را بین عموم و طرفداران خیش تقسیم میکند و در رفتار خود با همه تظاهر به حسن سلوک و مهربانی مینماید. آیا چنین نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اما آنگاه که کار دشمنان خارجی را ساخت، یعنی با بعضی از آنان سازش نمود و بعضی دیگر را تباه کرد و خاطرش از جانب آنان آسوده شد، همه کوشش خود را در این راه به کار خواهد برد که جنگ ایجاد کند تا مردم محتاج به سرکرده و سردار شوند. گفت این منطقی است. گفتم منظور دیگر او هم این است که مردم شهر از فشار مالیات فقیر شوند و ناچار در صدد رفع حوایج روزانه خیش برایند و نتوانند بر علیه او توطئه کنند. گفت این بدیهی است. گفتم حال اگر وی در حق بعضی از مردم شهر بدگمان شود، یعنی چنین پندارد که آنان از آزادمنشی حاضر نیستند زیر بار فرمان او روند، آنگاه با اشتعال آتش جنگ بهانه خوبی خواهد داشت که آنها را به دشمن تسلیم کرده تباه سازد. پس به همه این علل حاکم مطلق همواره مجبور است جنگ ایجاد کند. گفت آری همینطور است. گفتم اما نتیجه این رفتار وی آن است که مردم از او بیزار شوند. گفت آری نتیجه اش جز این نیست. گفتم لابد در میان آنان که به ترقی وی کمک کرده و صاحب نفوذ هستند عده، یعنی کسانی که دارای شهامتند، صراحت لهجه خود را چه در برابر او و چه در میان خود حفظ کرده و از وضعی که پیش آمده انتقاد خواهند نمود. گفت این محتمل است. گفتم پس حاکم مطلق اگر بخواهد سیادت خود را حفظ کند، مجبور است همه اینها را نابود سازد و سرانجام در میان همه مردم چه دوست و چه دشمن احدی باقی نخواهد.
خواهد ماند که کمترین ارزشی داشته باشد. گفت این بدیهی است. گفتم پس وی باید با نگاهی تیز تشخیص دهد که صاحبان شجاعت و شهامت و حکمت و ثروت کیستند تا خواه ناخواه با آنان بجنگد و در راه آنان دام گسترده کشور را از وجود آنان پاک کند. این است سعادت او. گفت این تطهیر عجب کار بزرگی است. گفتم آری درست عکس تطهیری است که پزشکها انجام می‌دهند، زیرا پزشک بد را از بدن دور می‌کند و خوب را به جای می‌گذارد و حالان که وی خلاف این را می‌کند. گفت ظاهراً وی از این کار ناگریز است، زیرا بر آن است که قدرت خود را حفظ کند. گفتم آری این مرد سعادتمند مجبور است از دو شق یکی را اختیار کند، یا با مردمی فرومایی که از او بیزارند زیست کند و یا دست از زندگی بشوید. گفت آری شق دیگری نیست. گفتم اما هرچه مردم در نتیجه رفتار وی از وی بیزارتر شوند، احتیاج او به مستفزین متعدد بیشتر خواهد شد. آیا چنین نیست؟ گفت چرا. گفتم اما این مستفزین وفادار کیستند و وی آنان را از کجا دعوت خواهد کرد؟ گفت احتیاجی به دعوت نیست، زیرا آنها خود دست دست فرا می رسند به شرط آنکه وی مزد آنان را بپردازد. گفتم اگر خطا نکنم منظور تو باز هم زنبورهای بیکاره دیگری است، یعنی زنبورهای اجنبی که از هر سو فرا رسند. گفت خوب فهمیدی. گفتم اما او در داخل کشور خود نیز می تواند کسانی را برای این کار پیدا کند، یا شاید خیال می کنی وی از این اقدام خودداری نماید؟ گفت کدام اقدام؟ گفتم میتواند غلامها را از دست صاحبانشان بگیرد و آنان را آزاد کرده در سلک مستفزین خیش درآورد. گفت البته این کار ممکن است و به راستی مستحفظینی مطمئن تر از آنها پیدا نخواهد کرد. گفتم اگر سرنوشت حاکم مستبد این است که اول اطرافیانش را به هلاک رساند و بعد دوستان و معتمدین خیش را از میان این گونه مردم انتخاب کند، الحق سعادت وی کامل است. گفت به هر صورت دوستان او همین ها هستند و جز اینان کسی را ندارد. گفتم پس اگر بخواهد کسی از اعمالش تمجید کند، همین اشخاص هستند. هم نشینان او هم اهالی تازه شهر خواهند بود، اما مردمان درستکار از او بیزار و گریزانند. گفت جز این نمیتواند بود. گفتم بی جهت نیست که معمولا تراژدی و مخصوصا اوریپیدا را که سرآمد صاحبان این هنر است معلم حکمت می‌خوانند. گفت چطور؟ گفتم از سخن‌های پرمغز او یکی این است که حاکم مستبد بر اثر معاشرت با حکما است که حکیم می‌شود. بدیهی است که منظور وی از حکما همان معاشرین حاکم مستبد است. گفت سخن دیگری هم که وی در متن استبداد گفته است این است که استبداد انسان را با خدایان برابر می‌کند. به علاوه هم این شاعر هم شعرهای دیگر بسی چیزها از همین قبیل در ستایش استبداد گفتند. گفتم از اینکه ما مصنفین تراژدی را به علت ستایشی که درباره استبداد می‌کنند به شهر خود راه نمی‌دهیم، من از جانب خود و آنان که حکومتشان نظیر حکومت ماست از آن مصنفین پوزش می‌خواهم و امیدوارم که آنان به حکمت خیش ما را ببخشند. گفت من به سهم خود خیال می‌کنم که آنان یا لااقل مصنفین آنها ما را خواهند بخشید. گفتم اما آنها به همه شهرهای دیگر سفر خواهند کرد و توده مردم را گرد آورده کسانی را که دارای صدای زیبا و قوی و مؤثر باشند اجیر خواهند کرد و حکومت ها را به طرف استبداد و دموکراسی سوق خواهند داد. گفت البته. گفتم از این گذشته البته آنان در ازای خدمت خود اول از حکام مستبد و سپس از حکومت های دموکراسی مزد و افتخارات کسب خواهند کرد، اما هرچه به حکومت های شریف نزدیکتر شوند عظمت آنان کمتر می شود تا آنجا که از درماندگی دیگر عقب قدم فراتر نمی توانند نهاد. گفت درست است. گفتم اما از مطلب دور افتادیم. اکنون برگردیم به اردوی حاکم مستبد و ببینیم که وی سپاه مستحفظین خود را که از افراد زیبا و متعدد و گوناگون و متغیر تشکیل یافته چگونه نگاهداری می کند. گفت واضح است که اگر در معابد شهر موقوفات گرانبهایی یافت شود، وی اول آنها را خواهد فروخت و مدام که بتواند از این محل مصارف خود را تأمین کند، به همان میزان از مالیات مردم خواهد کاست. گفتم اما وقتی این منبع درآمد تمام شود چه خواهد کرد؟ گفت بدیهی است که وی با میهمانان و ندیمان و معشوقه هایش از میراث پدری خواهد خورد. گفتم فهمیدم، مقصودت این است که توده مردم که حاکم مستبد را به وجود آورده اند از او و یارانش نگاهداری خواهند کرد. گفت آری آنها از این کار ناچارند. گفتم اما در این باب چه میگویی؟ ممکن است توده مردم روزی خشمگین شوند و به وی چنین گویند که این شرط انصاف نیست که پسر وقتی به سن رشد رسید به خرج پدر
زیست کند، بلکه بالعکس بر اوست که از پدر دستگیری نماید. و نیز ممکن است چنین گوید که اگر وی را به دنیا آورده و به پایه بلندی رسانیده اند بدین منظور نبوده است که وقتی او بزرگ شد آنان خود بنده بندگان خیش شوند و نان پسر و غلام ها و کاسلیسان او را بدهند، بلکه به این امید بوده که تحت لوای او از سلطه متمولین و بزرگزادگان شهر آزاد شوند. بنابراین آنان به وی و یارانش فرمان خواهند داد که از شهر خارج شوند، همانطور که پدر ممکن است فرزند خود و همنشینان هرزه او را از خانه بیرون کند. گفت آری، در آن صورت مردم به یقین خواهند فهمید که چه فرزندی به وجود آورده و چه کسی را در ناز و نعمت پرورانده که اینک در برابر او عاجزند و از عهده کسانی هم که میخواهند از شهر خارج کنند بر نمی آیند. گفتم چه میگویی؟ مگر ممکن است حاکم مستبد جسارت را به جایی رساند که نسبت به پدر عنف و زور به کار برد و اگر پدر مقاومت کرد دست بر وی او بلند کند؟ گفت آری، اول اسلحه او را خواهد گرفت و بعد با او همینطور رفتار خواهد کرد. گفتم پس از این قرار که تو میگویی حاکم مستبد پدرکش است و فرزند ناخلف که نسبت به خیشاوندان سال خورده خود ظلم روا می‌دارد و به نظر من بیشک معنی استبداد همین است. توده مردم بر طبق ضرب المثل معروف به امید آنکه از دود رهایی یابند گرفتار آتش می‌شوند، یعنی خود را از بند اسارت مردان آزاد نجات می‌دهند، اما آنگاه دچار استبداد غلامان می‌گردند. به عبارت دیگر از آن آزادی بی‌حساب و بی‌قاعده که سابقا داشتند دست می‌شویند و آنگاه جامعه سخت‌ترین و تلخ‌ترین بردگی را که همانا بندگی غلامانه است برتن می کنند. گفت همینطور است. گفتم اینک اگر مدعی شویم که طرز تبدیل دموکراسی به استبداد و صفات این نوع حکومت را به خوبی بیان کرده ایم، آیا گزاف گفته ایم؟ گفت نه، این توضیح به راستی کافی بود. صفحه 502 و پایان کتاب 8.